همونطوری که بهتون قول داده بودم در خدمت یکی از پرفروخترین ستارگان سینمای طلایی ایران، بانو شهناز تهرانی هستیم. کسی که همه ماها باهاش خاطره داریم. من از همین جا صمیمانه ترین درودهای خودمون رو از استدیو فوریو که همیشه بانو اینجا در کنار ما می نشست و برنامه اجرا می کرد، ولی الان متاسفانه در مسافرت، البته متاسفانه نه، ولی همین که پیش ما نیستش رو از این لحاظ میگه، ولی ایشالله همیشه در سفر باشن و در خوشی درودهای ما رو پذیرا باشید. بانو جان امیدوارم حالتون خوب باشه. درود بر شما علی جان، ممنونم از شما، مهرت، این همه صفا و این همه وفای شما. اجازه بدین که من درود بفرستم به طرفداران برنامه روی خط با علی مرشدی که تمامی هنرمندان موسیقی، سینمای طلایی، تئاتر در هر رابطه و ضابطه‌ای که هنرهاشون مورد تشویق مردم قرار گرفته روی خط فوریو آمدن و مردم رو در لحظات تلخ و شیرین خودشون شریک کردن. بی نهایت متشکرم. زنده باشید. باعث افتخار منه که شما به عنوان یه هنرمند پیشکسوت، به عنوان یه هنرمندی که تو تمام زمینه‌های هنری، همیشه به خودتونم گفتم شما جز معدود هنرمندانی هستید که تو تمام عرصه‌ها فعالیت داشتید و خوش درخشیدید، هم در زمینه سینما، هم در زمینه تئاتر، هم در زمینه رادیو، هم در زمینه مجریگری، هم در زمینه هنرهای نمایشی. موردی بوده که شما توش فعالیت نداشته باشید؟ من که پیدا نکردم. فکر میکنم هرچی مربوط به تلویزیون و سینما و تئاتر میشه خانم شهناز تهرانی ید طولایی در اون داشتن. به هر حال ببینین علی جان، مسئله اینجاست که وقتی وارد عرصه هنر که میشید در هر زمینش اگر یک مقدار اطلاعات داشته باشی، خیلی کوچیک اطلاعات داشته باشی، میتونی در این زمینه فعالیت داشته باشی. من هم ببخشید در موارد دیگه، در هنرهای دیگه ذره تجربه و اطلاعات داشتم و نتیجه گرفتیم که میتونم نمایشگر اون زیبایی های هنر باشم. در هر زمینه یه کوچولو بلدم و مردمم قبولم کردن. بی نهایت متشکر. البته شکست نفسی میکنید شما یه ذره که خیلی بیشتر، ولی به هر حال خودتون میدونید دیگه، کار هنر یه جوریه که هزاران نفر، شاید بلکه بیشتر، میان شانس خودشون رو امتحان میکنن، ولی از بین هزاران نفر مردم به یه نفر مهر تایید میزنن و قبولش میکنن، و اینو ما همچنان در هنرمون همون مسیری که در گذشته شاید 50-60 سال پیش بود هنوزم به همون منواله. در سینمای امروز، در موزیک امروز هنرمندای زیادی میان، ولی از بین صدها یا هزاران چهره یکی میشه محبوب دلها. و من که از نزدیک شما رو میشناسم، دیدم که مردم وقتی شما رو ببینن اصلا فکر میکنن که نزدیکترین عضو خانوادهشون رو دیدن و چقدر صمیمانه میان شما رو در آغوش میکشن، و این همیشه همین جوری بوده. یادمه مثلا اینجا که برنامه بانوشو رو ضبط میکردیم، ما ماها اینجا درگیر ضبط برنامه بانوشو بودیم، فقط مشکلمون این بود کجا بریم نهار بخوریم که فقط بتونیم نهاره رو بخوریم. یعنی در یه شهری که شهر بچنگترین خاطرات من تو بانوشو همون قسمت خوردن نهارش بود. یعنی قشنگترین جاها می رفتیم، لاکچری ترین جاها، خب اونم به دلیل سخاوت علی آقای مرشدی و هر حال تهیه کننده برنامه بانوشو. و زیباترین لحظه رو من همون
زمانی با شماها داشتم که انتخاب غذامون بود اون لحظه تو رستوران و قشنگترینش هم این بود که درست سر بزنگا که داشتیم غذا میخوردیم یکی پیداش میشد میرسیدن سر غذا و زخمی ترین جاش این بود که دلمون میخواست که با ما سر اون میز میشستن و غذا میخوردن ولی اینقدر مردم بزرگوار بودن که فقط با یه دوتا عکس و یه بغل و یه ماچ اکتفا میکردن اما که بعضی ها لقمه تو دهنت بود این ورانورت لقمه بود مچت رو میگرفتن یا دست میدافتن تو گردنت میخواستن مچت کنن بغلت کنن عکس باید بندازن که یه موقعی هم مثلا لقمه وسط گلو و مری میر میکرد احتمال بای بای از این یه خانواده با 5 تا بچه هاش اومده بودن دست انداختن تو گلو داشتم خبه میشه یعنی روزی نبودش که ما این تصاویر رو نداشتیم یه وقتایی گاهن رستورانایی میخواستیم بریم که میگفتیم این رستوران دیگه خارجیه و شاید اصلا بتونیم راحت بانو غذاشو بخوره از تو همون رستوران میدیدیم یه نفر اومد رد شد یه سلامی پروندش اینجا رستوران مثلا هلندیه اینجا آیریش باره اینجا رستوران اسکاتلندیه ولی بازم همه جا به قول خودتون یه مثال جالبی همیشه میزنی فقط فکر میکنم سرخپوستای آمریکا شما رو نمیشناسن ولی علی جان یه چیزی رو یادته که ما اگر یه جایی میرفتیم که مثلا یه رستوران ایرانی بود بعد نمیدونم چجوری خبردار میشدن یهو شلوغ میشد رستوران یادته؟ وای 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 یه شب اولین باری که این اتفاق افتاد باید اصلا راجع به این اصلا یه مفصل تو برنامه صحبت کنم یه رستوران خالی رو شما پرش کردید ما غافل از همه جا رفته بودیم یه چلو کباب کوبیده بخوریم آقا این رفت به اون گفت شهنا سرانی اومده آلانیا این به اون رفت گفت اون به این گفت یکی از خیابون رد میشد شما رو پشت پنجره رستوران دید و اصلا ساعتی نگذشت یهویی دیدیم تمام میزای اطراف ما پر شده همه هم دارن ما رو نگاه میکنن اونا خیلی خاطرات قشنگی بود من همه ایرانی ها رو تو یه جا اونایی که ایرانی های به اصطلاح شهر زیبای آلانیا رو من تو اون رستوران رو میدیدم و چقدر مردم مهربونن چقدر خوبن چقدر با عرض به شاید که منو نکشن و اونم از رو عشقشون بود علی جو من دقیقا به این مسئله واقفم که یه جوری اکسایدد می شدن یه جوری خوشحال می شدن که کنترل از دستشون در می رفت آره ولی خب من الان که زنده موندم حالا از این به من خدا دارد ولی واقعا اینا همه از عشق میاد من بارها بوده سر کار فیلم برداری من توی ایران که بودیم شاید دو سه تا فیلم سینمایی بودش که حالا بنا به علالی با یکی از دوستام سرمایه گذاری اون فیلمو کردیم و با تیم فیلم برداری رفتیم مشهد شاید تو اون اکیپ بالای 25-6 نفر هنرمند بودن 10-15 تا شمال زمان شاه بودن 10-15 تا شمال این بر بودن ببین هنرمندایی که مردم فقط شناختن کافی مهم نیست یعنی مردم خیلی ها رو میشناسن توی رستوران ها ولی غالبا نمیرن جلو یا باشون ابراز علاقه بکنن مثلا از دور نشون میدن میگن ببین اون آقای فلانی اونجا نشسته همین اندازه ولی شما رو که میبینن امکان نداره من که تا حالا نیدم که کسی جلو نیاد حالا طرف با هر شخصیتی که داره اکثرا هم کسایی بودن که ساکن اروپا بودن 20 سال 30 سال آلمان اتریش یعنی کسایی نبودن که مثلا از ایران اومده باشن بگیم آقا مثلا حالا شاید سالهاست شما رو تو ایران از ایران دور بودید به خاطر این میدیدیم افرادی که از اسکاندیناوی اومدن که غالبا ساکن
آلانیا هستن با دیدن چهره شما می اومدن جلو و اصلا دیگه بعدش ول نمی کردن. آقا یه دونه عکس رو مینداخت بعد میرفت بعد 5-6 دقیقه برمیگشت. خانم شهرستانی ببخشید عکسم یه ذره بد شده، میشه یکی دیگه بندازم؟ بابا بذار بنده خدا ناهارشو بخوره. یعنی این چه وضعی آخه بابا، اصلا یک لحظه خودشون رو جایی نمیذاشتن که این قضا. و من اولین بار یادمه که سر خیابون تقسیم بودش که اصلا صف وایستاده بودن، طرف رستوران داره مردم رو استانبول برده بود طبقه بالا، بیاید برید طبقه بالا، قضاشون که تموم شد من میارم اونجا با بانو عکس بگیرید. و این نشون دهنده اینه که شما بعد از دهه ها هنوز همچنان در دل مردم جا دارید. این یه تعریف نیست، این یه واقعیتیه که ما که باهاتون همکاری داشتیم از نزدیک اینو دیدیم. و اینو حرفو به اینجا ربط میدم که این باعث میشه که همین اندازه محبت که وجود داره همین اندازه هم تعصب وجود داشته باشه. و وقتی توی این دنیای به این بزرگی یک کامنت خیلی کوچیک از طرف کسی که خب به هر حال دستی در ادبیات داره و میاد اصلا خود ادبیات دست چیه آقا؟ انگشت صمد که نیست که، خود ادبیات، خود ادبیات، ادبیات فرانسه آقای مشی، اونم ادبیات فرانسه و اونم با اون همه ید طولایی که ایشون داشتن بگیر فرانسه قربونت در درم. حد یک کامنت شما نگاه کنید، میلیون ها کامنت در طول روز، صدها هزار کامنت ما فقط در طول ماه در پیجای مختلفمون میگیریم هر کدوممون، شاید هیچ کدومش اصلا کسی توجه بهش نمیکنه. و وقتی این اتفاق در مورد شما میفته انقدر خبرساز میشه، میشه تیتر یک خبری و مردم اصلا تمام اتفاقات روزمره رو فراموش میکنن، به یک باره همه نگاه ها برمیگرده به سمت اینکه آقا این کامنت چی بوده، از کی بوده، کجا بوده. وقتی محتواشو متوجه میشن رگ گردن همه میزنه بیرون و اون موقع است که حمایت ها شروع میشه. حالا این برنامه رو ما فقط میخوایم پیرامون این موضوع وقت شریف شما رو بگیریم و ازتون بپرسیم که بر شما چه گذشت وقتی که برای اولین بار این کامنت رو خوندید. اصلا انتظاری داشتید که دختر آقای گلستان که به قول معروف خب به هر حال آقای ابراهیم گلستان ید طولایی دارن و کسی نیست که اسم ایشون رو نشنیده باشن، ماشاءالله عمر طولانی هم داشتن، انشاءالله زنده باشن همیشه. من که تا حالا بی ادبی هم از ایشون ندیدم، کارنامه هنریشون هم که به هر حال همه افرادی که تو زمینه‌های مختلف هم فعالیت دارن میدونن، ولی خود شما زمانی که این اتفاق افتاد اولین چیزی که به ذهنتون خطور کرد، اولین حالتی که، چون یه آدم ساده، یه شهروند عادی اگر همچین موضوعی رو بیاد بنویسه شاید آدم از کنارش بگذره، میگه خب آقا این شاید ندونه یا شاید نفهمه یا شاید یه هزاران چیز دیگه، ولی وقتی اسم طرف رو خوندید چه چیزایی تو ذهنتون تداعی شد؟ علی جان ممکنه صحبت من یه مقدار طولانی باشه، خواهش میکنم که شما هم مثل بینندگان خوب ما سراپا گوشیم تحمل بفرمایید. خواهش میکنم خدمتون بگم که در دورانی که حمایت از زن باید بشود، در دورانی که همه یک صدا فریاد میزنیم زن، زندگی، آزادی، من ترور شخصیت میشم. شهناز تهرانی با 54 سال سابقه هنری در سن 67 سالگی تهمتی بهش زده می شود که دوران
گیس بریدگی و کتک زدن مرد و فحاشی خانواده ها به بچه ها و فحاشی حکومت به خانوما، به زن، به زندگی، به مرد، به تمام کسانی که در این دنیا حق زندگی و آزادی دارن، حق احترام و فرهنگ غنی دارن، نام کثیف بی حرمتی و بی عدالتی رو روی یک بانوی هنرمند ایرانی عنوان بدن. من زمانی که این کامنت رو زیر عکس شاهزاده که من وکالت میدهم دیدم، اولین اتفاقی که افتاد ببخشید من یه مقدار این مسئله که پیش میاد حالت خیلی احساساتی بهم دست میده، چرا که حقم نبوده و آزار میبینه روحم. من زمانی که این معمولا ادمینای من، ادمینای پیجا معمولا رسیدگی میکنن به کامنت ها، ادمینا رسیدگی میکنن. ببخشید من یک کمی آب میتونم بخورم. مرسی. خواهش میکنم، شما برنامه خودتونه و صاحب اختیار هستید. خدمت رو عرض کنم که اولین اتفاقی که افتاد نمیدونم چرا چشمام پر اشک شد. معمولا من زیاد دلنازک نیستم، معمولا نازنازی نیستم. من تو خیلی از بحرانهای زندگی سختی کشیدم، حرف زیاد شنیدم، زجر زیاد دیدم، دگرگونی زندگی، بالا پایین زندگی رو بسیار دیدم. ولی این بار خیلی دلم شکست، چرا که وقتی من خوندم که یک بانوی از خانواده هنرمند آقای ابراهیم گلستان، دختر عزیز ایشون که اون شخصیت رو من به خوبی میشناسم و کارگردان، تهیه کننده فیلم بردار، سناریست فیلم من بوده در سن 13 سالگی، من از اون خانواده یه همچین بی احترامی و بی حرمتی به شخصیت من و اون عزیزانی که مردم، اون مردمی که منو دوست دارن، شاهزاده رضا پهلوی که زیر عکسش الان همه دارن وکالت میدن به خاطر آزادی، به خاطر اینکه دیگه بچهای ایران نمیرن، به خاطر اینکه دخترها رو تجاوز بهشون نکنن، نکشن، گیساشون رو نکشن، مادرها رو داغدار نکنن. ایشون برمیداره می نویسه که چقدر ما خاک بر سر شدیم که یه همچین، حالا عنوانش رو همه می دونن چون جایز نیست دوباره تکرار کردن حرف تفکر یک بانوی که به عنوان شوالیه ادبیات فرانسه جایزه گرفته و روی تاخچه خونش گذاشته. من هم تکرار کنم، من جایزه ادبیات ندارم ولی معرفت دارم، معرفت ادب دارم، معرفت شعور دارم، معرفت احترام دارم، به خصوص بر زنان کشورم که یک مادرن در نهایت و فرزندانی به این دنیا میارن
چهامی زنهای ایران. علی جان دلم شکست و انتظار نداشتم که از اون خانواده به سمت من شلیکی بشه که طوفان بپا کنه. و در دوره زن زندگی آزادی، همین زمانی که همه زنا پشت همن مشتاشون رو گره کردن، روسریاشون رو آسمون بردن، یک زن میاد به یک زن دیگه توهین میکنه. فکر میکنی مردم لذت بردن؟ نه. طرفداران این خانوم خوشحال شدن؟ نه. همونایی که طرفدار من هم نبودن، من خیلی خوب واقفم که منو ممکنه دوست داشته باشن خیلی، اصلا اجباری در دوست داشتن نیست برای کسی. دلخواهی دوست داشتن یک هنرمند. ولی اونایی که منو دوستم هم نداشتن آمدن علی جان و از من حمایت کردن، نه از من، از زن زندگی آزادی حمایت کردن، چون بر این واقف بودن که دوره ای شده که الان باید اتحاد داشته باشیم، پشت هم باشیم، و این رو مردم ثابت کردن. خیلی جالبه که این موضوع خدمتتون عرض کنم که این دقیقا بحثی بودش که میخواستم در حین صحبتها بهش بپردازم، که مسئله ملی شد انگار یه جورایی. کسایی که حتی شاید به سینمای فیلم دوران طلایی هم آنچنان تمایلی نداشتن، به قول شما قرار نیست همه چیز رو دوست داشته باشن. شاید یه نفری آقا اهل این مدل سینما ها رو دوست نمیداره، اصلا با این مضامین اصلا آشنا نیست، ولی شما رو اون لحظه خواهر خودش، دوست خودش، ناموس وطن خودش حس میکنه و میگه چرا باید یه انسانی که اومده ابراز عقیده کرده و یه نفر دیگه که خودشو شوالیه ادب فرانسه میدونه و نویسنده است و همه ماها میدونیم همسر ایشون یکی از بزرگترین فیلمبردارها بود، درست میگم؟ بله، آقای نعمت حقیقی با من خیلی کار کردم. من شاهد هستم که توی حداقل 10-15 سالی که تو ایران با دوستای سینمایی معاشرت داشتم، کسی نبود از آقای نعمت حقیقی بد بگه. همه دوستش داشتن، همه از ایشون به نیکی یاد میکردن و همسر ایشون که باید آشناتر از همه به دنیای فیلم فارسی یا طلایی به قول شما، به قول خیلی از دوستان باشه، یه همچین جمله‌ای بگه. و پدر خود ایشون خودش جزو فیلمسازایی بوده که با خانم فروغ فرخ جزو پیشگامان فیلمساز ایران بوده. شما، من یکی دیگه از سوالاتی هم که داشتم، سابقه کاری که شما با آقای گلستان داشتید به چه صورت بود؟ اون زمان چیزی از اون زمان به خاطر دارید؟ چون 13 سالتون بود، من میگم شاید الان برخیشو فراموش کرده باشید، مال خیلی سال پیشه. نه. اون موقع نه ببین علی جان، چون این ارتباطات شاخصه، چون نمونه است در زندگی آدم، هیچ نوع فراموشی نمیتونه بیاد اینا رو غالب بشه. یعنی من رو از اسرار گنج دره جنی دور کنه، نمیتونه من لیلای صمد رو از حوادث های دهات علی‌آباد، ده علی‌آباد دور کنه. آب و هواش، مردمش، مهربونیاش، حتی زمانی که ما برای صمد میرفتیم به علی‌آباد، ده علی‌آباد، سر راه آولی یه جایی بود که چشمه بود،
دوغای آبلی رو یه حوضچه کوچولو گذاشته بودم. هنوز هم میذارم که خنک بشه. آفرین، دوغا اونجا بود، دوغای شیشه‌ای. بعد یه دونم در واکن آهنی بود، سرش هم تناب بسته بودن، آویزون کرده بودن که کسی مثلا نبره یا گم نشه یا این ور اون ور نذارن، به اشتباه نبرن. با تناب بسته بودن در می بودن، یک صدای تقم می داد، اینجوری می کرد و دوغ و تا آخر سر. من همه اینا یادمه. چطور ممکنه که من فیلم اسرار گنج دره جنی یادم نباشه؟ چطور ممکنه من از اون دورانی که اختاپوس بازی میکردم، صمد بازی میکردم، سرکرستبار بازی میکردم، اختاپوسیه بازی میکردم، 5 سال به عنوان بهترین بازیگر تلویزیون ملی جام جم ایران بودم، فراموش کنم؟ چطور ممکنه؟ گروه آقای پرویز سیاد استاد بنده در فیلم اسرار گنج دره جنی بود، در فیلم زنبورک بود که خدمت سرکار خانم پوری بنایی که از همینجا دستاشونو میبوسم بودیم، و جناب آقای فرخ قفادی زنده یاد که رئیس تلویزیون بودن، تهیه کننده این فیلم بودن. چطور ممکنه یادم؟ علی جان، ما در فیلم اسرار گنج دره جنی درست با مدت 1 ماه یک جاده خاکی عظیمی بود، بنده با لباس عروس، با تور، آقای پرویز صیاد با لباس دامادی اسموکینگ، حدود 1000-1500 تا سیاهی لشکر، موزیک، رقصنده در فیلم هست. فقط تمرین میکردیم. در اون زمان به همه شراب داغ میدادن که گرمشون بشه. همسر آقای ابراهیم گلستان برای ما هنرمندان غذا تهیه میکردن با دستای مبارک خودشون، برای هنرمندان و برای مردم، بازیگرای 2-3، نقشای 2-3 و سیاهی لشکرها کیترینگ می اومد، گاو می کشتن، می چرخوندن، آتیش به پا می کردن. چطور ممکنه من یادم بره؟ و فیلم پرهزینه ای بوده. گلستان چطور ممکنه این همه سرمایه گذاری رو ندیده باشه تو فیلم پدرش؟ جالب نیستش که ایشون اومدن یک احضار نظری کردن، درست شبیه این که من ادمینم این کارو کرد و من خبر بعد از اینکه اظهار نظرهای تند طرفدارای شما به گوششون رسید گفتن، یعنی این اتفاق بله. بعد از این اتفاق توضیح واضحات دادن که من نبودم و ادمینم بود. همون قصه قدیمی من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود، ایشون استفاده کرد از اون داستان. ولی از اونجایی که ایشون خواست به مردم دروغ بگه، خواست تبرئه بشه، یه چیز دیگه ای گفت که مردم رو بیشتر عصبانی کرد. که من این خانم نمیشناختمش، نمیشناسم در حقیقت، و این بیشتر مردم رو عصبانی کرد. و قسمت دوم بیشتر عصبانیت مردم که به حال نفرت در اومدن مردم، این که ایشون اومد گفت ادمینم بوده، من نبودم، چرا عذرخواهی نکردیش؟ در رسانه های گروهی این جمله رو نوشت، این ادبیات رو به کار برد، ادبیات شخصیت خودش رو به کار برد،
چرا همونجا نگفت من از خانم شهناز تهرانی معذرت میخوام. همه چی تموم میشد علی جان. ولی ایشون بعد از اینکه کامنتاشو بست برای من یک پیامی فرستاد، نوشت که خانم شهناز تهرانی ادمینم شیطنت کرده، من از شما معذرت میخوام و امیدوارم منو ببخشید. اگر من اینو در جمع عذرخواهی رو بنویسم مردم دوباره به من فحاشی خواهند کرد. من از شما معذرت میخوام که من برای ادمین کلم آقای مانا ماندگار توضیح دادم که ایشون باید بیان تصویری صورت ماهشون رو همه ببینن، اون کلام زیباشون رو همه بشنون و اول باید از مردم ایران معذرت بخواد، از طرفداران من معذرت بخواد، باید از شهبانو فرح پهلوی معذرت بخواد، باید از رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی معذرت بخواد، باید از تک تک هنرمندان سینما، تئاتر، تلویزیون، خوانندگان، نویسندگان، طنزپردازان معذرت بخواد، بعد از من معذرت بخواد. چون وقتی ایشون به من توهین میکنه یعنی به ملت ایران توهین کرد. من دخت ایران زمینم، من ایرانیم، هیچ کس در این دنیا حق نداره به زن ایرانی توهین کنه، به هیچ زن ایرانی حق نداره به شخصیت زن ایرانی توهین کنه. ما ایرانی هستیم، ما شرف داریم، ما آبرو داریم، ما خودفروش نیستیم. به خصوص که آرتیستای ما، هنرمندان ارزشمند و والای ما خودفروش نیستن. چرا؟ برای این که ما نمونه ای از انسانیت در زندگی تک تک افراد خانواده های ایران نقش زندگی بازی میکنی. اونی که آرتیست سینما زندگی مردم رو داره روی پرده میاره علی جان. منی که میام تو بانوشو میشینم یک عده اونجا نشستن دارن منو نگاه میکنن، باید از من بیاموزند، باید بیاموزند. کنارش ممکنه یه بچه 5-6 ساله نشسته باشه. اگر من حریم شخصیت خونه اون هموطنم رو رعایت نکنم مورد نفرت قرار میگیرم علی جان. من نباید نفرت انگیز باشم. من مال مردمم، من حرف مردمم، من کلام مردمم. همینجور که مردم ایران تمام شرف و آبروی منن که منو حفظم کرد. علی جان ما اختیارمون دست خودمون نیست، هر کاری دلمون بخواد بکنیم. روی ما چشمهایی زوم کرده که هر کدوم یک ذره بینن. ما زیر ذره بینیم، اجازه نداریم مسائل شخصی خودمون رو بیاریم در اجتماع فاش کنیم. حتی اجازه نداریم توی یه محیطی بلند بخندیم. حتی اجازه نداریم بلند حرف بزنیم. حتی اجازه نداریم حرکتی انجام بدیم که خدایی نکرده آبروی یک ایرانی بره. چرا؟ برای اینکه ما مال مردم. و تو این فصل از زندگی که همه پشت همان عین کوه، یه خانوم فرهیخته ای میاد بگه شهناز تهرانی یک کثافت
ببخشید. واقعا ناراحت کننده است. من واقعا یه جای کار پیش خودم فکر میکنم، میگم حداقل کاش مانی حقیقی رو با آثارش و کارهاش آشنا نبودم و اونقدر راجب نعمت حقیقی نشنیده بودم و اونقدر راجب آقای گلستان نمیدونستم که اصلا اینا همه با همدیگه ضدیت داره و یه جای کار خود شما به ذهنتون خطور نکردش که ممکنه واقعیت داشته باشه که این موضوع توسط ادمین ایشون انجام شده باشه؟ ببینین، من سالهاست که ادمین دارم، سالهاست که مانا ماندگار دیگه جزوی از شما شده، ولی بازم آره، ولی هرگز بدون اجازه من اصلا کامنت نمیذاره، هرگز کاری نکرد. بعد تلفن خانم گلستان دست ادمینشه دیگه، ادمینش هم لابود بغل دستش نشسته، من تلفنم دست خودمه، مانا ماندگار تلفنش دست خودشه. از طرف من با اسم گلستان نمیتونه چیزی رو بذاره مگر اینکه من تایید کنم، و یه ادمین نمیاد شخصیت کسی رو که دارای اسمه به نام لیلی گلستان که جایزه گرفته به عنوان ادبیات، بیاد یه همچین کلمه زشتی رو به یه هنرمند بده. به نظر شما کدوم ادمین چنین کاری رو میکنه؟ واقعا خیلی ناراحت کننده است. من شاهد بودم در طول ماهای گذشته که برنامه بانوشو پخش میشد، خیلی ها اومدن تو دایرکت من گفتن ما رومون نمیشه از بانو عذرخواهی کنیم. ما تو تمام این سالها فکر میکردیم که خانم شهناز تهرانی فقط در زمینه رقص و آواز فعالیت میکنن. من برگشتم گفتم رقص و آواز یکی از بزرگترین هنرهای دنیاست، حالا گیریم که در رقص و آواز هم فعالیت داشتن، در کنار بازیگری، در کنار گویندگی، در کنار هزاران هنر دیگه، چجوری به خودتون اجازه دادید؟ گفت در هر صورت من وقتی صحبتاشو در برنامه شنیدم که انقدر مؤدبانه، انقدر خاضعانه، انقدر خاشعانه، انقدر وقتی از آقای ارحام صد یاد میکنه، عالی جناب ارحام صد میگه، وقتی از آقای بهمن مفید یاد میکنه به چه زیبایی یاد میکنه و تمام این خاطراتو با یه متانت خاصی میگه که اصلا با اون چیزی که ما تو ذهنمون از بانو ساختیم فرق میکنه. گفتم عزیزم اولا اینو شما شخصه تو ذهنت ساختی، چون میلیون ها نفر دیگه یه جور دیگه ساختن، هر کسی باورهای خودشو داره، ولی این دلیل بر این نمیشه که اصلا هر انسانی، به قول شما الان دوره دوره شده که به زنای ایرانی باید ما احترام بذاریم، یعنی این خلأ در کشور ما وجود داشته، حالا بنا به اشکال مختلف، ولو اینکه حالا طرف هنرمند باشه، خاطره ساز باشه. یکی از بیننده هامون میگفت در زمانی که ما تلویزیونی داشتیم که دو تا سه تا شبکه داشت و اندک برنامه هایی داشتش، روز و شب ما فقط به این فکر تیم میشد که بشینیم شب فیلم هایی که خانم تهرانی بازی میکنه، سریال هایی که ایشون بازی کرده رو ببینیم. یعنی ما با این فیلم ها زندگی کردیم، یعنی اون دوران ما گذشته، الان خودمون صاحب اولاد شدیم، خودمون صاحب نوه شدیم، خودمون سنمون دو نسل دیگه از ما به وجود اومده که هر کدوم اونها خود اون افراد دارن
همون راه ما رو پیش میگیرن. یعنی شما اینقدر موفق بودید که نسل جدید هم حاضر شده که کارهای شما رو بره دنبال بکنه و این نشون دهنده اینه که اون کارها دلی بوده. اگر کارها دلی نبوده و کارهای کاذبی بوده، مثل اینکه خیلی از کارها کاذب بود و فراموش شد، شاهد خیلی از کارها بودیم که در طی این سالها انجام شد ولی مردم حتی به یک ماه دو ماه نرسیدن از خاطرشون رفت، ولی هنوز دارن با جوجه فکولی شما دابسمش درست میکنن و میفرستن. این نشون دهنده چیه؟ ببین علی جان، متاسفانه بعضی از مردم ایران هنوز اون فرهنگ این رقاصه رو دارن، اون طرز تفکر رو هنوز دارن. هنوز قشری از مردم ایران نمیتونن بپذیرن که ما یک سینما داریم. اون سینما توش زندگی یک خانواده ایرانی، یک مرد ایرانی، یک زن ایرانی، یک بچه ایرانی، توش یه حادثه ایرانی توش نشان داده میشه به نام یه قصه. یه قصه شروع میشه، یه خانومه، یه آغاز عاشقن، نفرت دارن، اون زندان میره، اون نمیدونم پرستاره، اونم یه نفرم هست تو این قصه ها نقش یه فاحشه رو داره، یه نفرم هست نقش یک رقصنده رو داره. مردم ما، قشری از مردم ما هنوز نمیدونن فرق رقصنده با بازیگر، با فاحشه، با هنرپیشه چیه. هنوز نمیدونن، خیلی ها نمیدونن. اون زمان ها که در دوران ایران خیلی خیلی قدیم توی عروسی ها زن اجازه نداشت که بیاد بخونه و برقصه، مردا می اومدن کلاگیس میذاشتن، ماتیک میمالیدن، سرخاب میمالیدن، لباس زنونه میپوشیدن، نقش زن پوش رو روی تخت حوضای عروسی روش تخته میذاشتن، فرش مینداختن، چراغونی میکردن همه جا رو، عروس دوماد میشستن تو حیاط و همه رو پشت بونا نگاه میکردن و میزا روش خیار و گوجه و نمیدونم گوجه سبز، البته نه گوجه فرنگی، گیلاس و نمیدونم هر چی که داشتن میذاشتن و تازه به عروس و به همه مردم میگفتن دست نزن اینا روش سم ریختیم که تا آخر شب بمونه اینا همینجوری بمونه. شیرینی میذاشتن، عروسی میگرفتن، غذا میدادن. من تو این فیلم ها خیلی عروس شدم که این مدل بودم. بعد مردم گفتن که ای وای شهناز ایرانی با ناصر ملک بودی عروسی کرد، ای وای دیدی تو اون فیلم اینا با هم هم بابا رضا فاضلی فیلم نمیدونم پشمالو مرتضی عقیلی با شهناز ایرانی اینجوری اینجوری کردن. ببین علی جان، زمانی که یک مرد میاد لباس زنونه میپوشه و میرقصه و اینا نمیفهمن که این مرده، الان همون نقش رو من دارم بازی میکنم. من دارم تو فیلم مغربی لباس میبوشم با سیاه و حاجی میام و طبیعیم. اون موقع به من میگن این رقاصه. فرق رقاص که خیلی جمله کثیفیه و اکثرا هم همین جمله رو به کار میبرن، با یه آرتیست نمیدونن که من بازیگر، من آرتیست میتونم رقصنده خوبی باشم،
میتونم خواننده خوبی باشم، چرا که اهدیه که بزرگترین خواننده ماست، امیدوارم زنده باشه، میخونه و من لب میزنم. پس من بزرگترین خواننده‌ام برای اون فیلم، برای اون عروسی، برای اون کافه، برای اون کاباره. در اون فیلم من یک رقصنده‌ام، من یک خواننده‌ام. یا در یه فیلم دیگه من نقش پرستار بازی میکنم. من بازیگرم. من وقتی که نقش یک فاحشه رو انقدر خوب بازی کردم که به گمان خانم گلستان من یک فاحشه‌ام، پس من خیلی بازیگر قوی که تونستید این امر به این خانم مشتبه بشه که شما به این صورت، در حالی که باید ایشون از همه بهتر به ما درس این رو بده که بازیگری کارگردانی. شوهرش جناب آقای نعمت حقیقی یکی از بهترین فیلمبردار ایران بوده. اصلا عزیزم، من یک داستانی رو برای شما از فیلم اسرار گنج دره جنی بگم. من یه صحنه ای رو باید بازی میکردم که آقای گلستان اومد به من گفت، در حضور آقای پرویز صیاد، گفت که شهناز جان میخوام که شما در این سکانس یک چشمت زار زار گریه کنه، یک چشم دیگرت قش قش بخنده. من گفتم سر به سر من میذاری؟ من میشه هم چیزی؟ یکیش زار زار گریه کنه، فکرم داری مسخرم میکنه. بچه بودم. گفت نه، من اینو از شما میخوام. گفتم من بلد نیستم بازی کنم. گفت من بازی میکنم، شما نگاه کنین عین من انجام. در چشم ایشون بازی کرد، تموم شد. گفتم دقیقا عین شما بازی کنم؟ کپی. گفت بله. خیلی هم آدم مغروری بود و بسیار انسان خوبی هم، خیلی هم شیرین. خیلی شیرین. من صحبتشون شنیدم، متوجه شدم. بسیار آدم فهیمی. من به آقای پرویز صیاد گفتم که آقای پرویز صیاد عین خودش بازی کنم؟ گفت بله دیگه، ایشون میخواد شما عین خودش بازی کنی. من دقیقا عین آقای ابراهیم گلستان بازی کردم. آقای ابراهیم گلستان کات داد، گفت من اینقدر بد بازی کردم. گفتم شما کارگردان بسیار خوبی هستی، تهیه کننده فیلم بردار بسیار خوبی هستی، ولی بازیگر خوبی نیستید. در همون 13 سالگی، آخه من یه ذره ادعای بازیگری میشد، الان که دیگه پیر شدم نه. چرا الانم بندازنم رو صحنه تا این شیر واسد من شاهدم که همینطوره. چون تو ذات و خون و رگ منه. گفت عجب، پس من بازیگر بدی هستم. گفتم بله، برای اینکه شما خوشت نیومد بازی من، من کپی کردم. پرویز صیاد اومد من گفتش که چرا نمیری جلو دوربینش بازی کنی؟ گفتم نمیتونم، از من بر نمیاد این کار. یه چشمم زار زار گریه کنه، یه چشمم قش قش بخند، نمیتونم، بلد نیستم. پرویز صیاد گفت پس برو خونت. تو لیلای صمدی، تو بازیگر زنده تلویزیون جام جم ملی ایرانی، چطور ممکنه نه تو بلد نباشی؟ یا برو خونت، برو دنبال یه زندگی دیگه، یا اگر میخوای تو سینما بمونی باید این سکانس رو بازی کنی.
گفتم پس 5 دقیقه بهم وقت بدین، هیچ کس هم تو اتاق نباشه جز آقای صیاد و فیلم بردار. دو تا دوربین روم کار میکردن، یکی آقای آوانسیان بود، یکی خود دوربین آقای ابراهیم گلستان. فیلم تمام رنگی استیمن کالر بود، تمام رنگی و اولین فیلمی بود که یک ساعت و خورده فیلم کاملا رنگی بود. تا اون موقع فقط گنج قارون فیلم برداری رنگی داشت، اونم صحنه‌ای که زنده یادان آقای فردین عزیز ما و بانو فروزان نازنینمون یه تیکه تو استخر بود و میرقصید و فروزان عزیزمون، فقط اون سکانس رنگی بود، بقیه‌اش سیاه‌سفید بود، مردم میتونن برن ببینن. من در مقابل دو تا دوربین میچل، دوربین میچل، دوربینی که شاید هزاران دلار پولش بود، روی صورت من کار میکرد. من اون سکانس رو یه تیک بازی کردم. آقای ابراهیم گلستان اومد پیشونی منو بوسید، گفت با یه تیک در آوردی، اسم تو از این به بعد شهناز یه تیکیه. علی جان، من کارهای سنگینم بازی کردم، همه جا رقصنده و فاحشه نبودم. من لیلای صمد بودم که میتونستم در سینمای تجارتی نقش یک فاحشه بازی کنم، نقش یک رقصنده بازی کنم. من رقصنده نیستم ولی بلدم برقصم. من خواننده نیستم ولی بلدم بخونم. من فقط شو بلدم بذارم، شو. ولی وقتی انجام میدم به خاطر مسئولیتی که دارم در مقابل مردم و اونی که داره منو میبینه، مجبورم زیباتری شو رو براش اجرا کنم. که وقتی از در کاباره میره بیرون، از در کنسرت میره بیرون، از توی سینما میره بیرون، از جلوی تلویزیونش بلند میشه بره، بگه شهناز ترنی حال کردم با دمت گرم. و من این حال کردم با دمت گرم و خیلی شنید. به همین دلیل موندنی شدم توی این کار، چون سعی کردم به نحو احسن انجام. و اون جمله‌ای که شما گفتی، خیلی ها میان و میرن، یا برای پول میان میرن، یا برای نام و شهرت میان میرن، یا برای اینکه با انگشت نشونش بدن میان میرن. من آمدم برای مردم، با هنوزم عاشق مردم و کردم. من با مردم زندگی کردم و مردم هم انقدر خوش غیرت بودن که اون دوره‌ای که پدر مادرها و مادر بزرگا و پدر بزرگا منو مثل خانوادهشون قبول کردن و من به این مسئله افتخار میکنم، امروزه بچه هاشون، نوه هاشون، نتیجه هاشون همراه منن و دارن منو ساپورت میکنن، حمایت میکنن. و همین افرادی که آمدن و در مقابل خانم لیلی گلستان ایستادند، اینها نوه و نتیجه ها و فرزندان همون انسان هایی هستن که من رو قبول کردن از سن 13 سالگی تا به امروز که من کنار خانوادهشون ایستادم، چون بهشون خیانت نکردم، بهشون دروغ نگفتم، باشون بازی نکردم، آبروشون رو نبردم، بی حرمتی نکردم، بی عصمتی نکردم.
من فقط افتخار کردم به اینکه یک ایرانیم.